خب با تقدیم سلام دوباره بیندای گرامی، ما هر روز حالا باید مطلبی برای آقای حکمتیار داشته باشیم و همونطور که آقای حکمتیار هر روز قصه ساز شدن در داخل کشور ما، اخیرا حکمتیار مصاحبه با بی بی سی انجام داده است که از دید من بسیار جالب و تاریخی است. در این مصاحبه بار دیگر رهبر حزب مانند گذشته ها دروغهایی را کنار هم قرار داده و به چشم مردم خاک می ریزد. فکر می کنم که رهبر حزب به زعم خودشان بخشی از تاریخ کشور را که قرنها پیش به وقوع پیوسته است برای مردم بیان می کند که هیچ شاهدی از آن دوره باقی نمانده است. اما حکمتیار فراموش نموده است که او در قرن حاضر زندگی می کند و اکثریت مردم افغانستان، مخصوصا کابلیان نازنین ما، کابلیان دردمند ما، کابلیان زجدیده ما، کابلیان عزیز ما که به یک بار آواره و پریشان خاطر شدن و لانه و آشانه و کاشانه خود از دست دادن، شاهد جنایات این قصاب کابل بودن و هنوز هم در قید عیاد هستند. مردم هرگز فراموش نمی کنه آن روزگار سیاه را که گلبدین بالایشان جبران تعمیر کرد. حکمتیار در این مصاحبه سعی کرده است از خود موسیقی بیگناهی بتراشد که نیست، که مرتکب هیچ اشتباهی نشده است. درست است، اشتباه نکرده، خیانت کرده، جنایت کرده و مردم بر حاله این مرد پاک و خدمتگار صدیق وطن تبلیغ میکنند. او اتا شهر میلیونی کابل را که شاهد راکت پرانی هایش بودن دروغگو معرفی میکند و با جدیت و دیده درایی میگوید که من حتی یک راکت بالای شهر کابل فیر نکردم و فقط یک مرتبه افرادم ارگ ریاست جمهوری را مورد حمله قرار دادن و بس، و بقیه جنگ ها در کابل صورت گرفتن میان دیگه تنظیم ها بوده و حزب اسلامی اصلا دخالت نداشته. چی حزب پاک داشتیم ما هیچ وقت؟ تا امروز خوب شد که گفت دیروز هم گفتم که آقای حکمتیار آمد که حقایق برملا شد و مردم حقانیت این شخص درک کنه که چقدر پاک نفس بوده، چقدر صادق بوده، چقدر خدمتگار بوده، در هیچ جنگ دست نداشته، یک فرد را نکشته، هیچ جنایتی را مرتکب نشده. ما مردم همیشه میگیم که آدم یک قصاب است، یک جنایتکار است، یک خائن، در حالی که این برعکس بوده، یک آدم بسیار پاک و منزه بوده. خب در رابطه با دیگه دروغ های حکمتیار، او در رابطه با سفرش به ایران نیز دروغ بافی میکند، در حالی که امرهان آن دوره تا هنوز در قید حیات هستند که چه قسم از مزار به بدخشان رفتن و چه مدت در اونجا بودن و بعدا به ایران رفتن. و حتی در رابطه به این گفته خود که تا یک نفر سرباز امریکایی در افغانستان حضور داشته باشد به کابل نمیه و صلح نمیکنه، و اگر به کابل آمد از امت رسول الله پیغمبر بزرگوار اسلام نمیباشه. خب بینده گرامی، ما عادت کردیم به فعلا که این حرف های این آدم خودخواه و تفرق افغانه بشنیم، اما آیا جنایات حکمتیار از حافظه تاریخ دور میشه؟ چند روز پیش با مادر مهربانی در تورنتو دیدار داشتم. اونا قصه بسیار جالب کردن، گفتن ما هیچ وقت راکت پرانی های قصاب کابل گلبدین حکمتیار را فراموش نمی کنیم. آن روزهای سیاهی را که صدها راکتی بالای کابل فیر کرد و مردم در تاکوی ها و در جاهای امن بودن، خانه های مردم قبرستان شد و مردم زن و فرزند خود گم کردن، هر کی به هر کجا را بسیاری تا هنوز هم را نمیفهمند. اما گفتن وقت عکس حکمتیار را در تلویزیون دیدم دو شب مرا خواب نمیبرد که باز این چهره منحوس پیدا شد و این جلاد پیدا شد و باز هم شاید در آینده با جنایت خود ادامه بده. و یقینا هم آمدن حکمتیار ساده نیست که یه آدم آمده و میگه من برای صلح آمدیم. از روزی که آمده یک قدم به خاطر صلح نمانده، هر قدم از این برحله سل بوده، هر قدم از این نیش زبان بوده، هر حرف از این کنایه بوده که دیگرها رو برا شفته. و وقتی که یک نفر بخاطر صلح بیایه، خب میگه من با گذشته خود بریدم، از مردم معذرت میخواه که بله اگر من واقعا جنایتکار بودم یا نبودم، ولی من بخاطر سوی تفاهماتی که با اصطلاح حکمتیار با وجود آمده، من از شما معذرت میخواهیم. حالا آمدیم که من ایسی یک طبیب بیمار بر زخمهای شما نمک پاش بدم. اما بازم با همون شیوه سابق
با یک نرمش بسیار خاصه که فکر میکنه که امو گفته اشرف غنی که سیاست اگر میخواین بیاموزین برین لغمان، همین نرمش ایره در لغمان آقای اتمر به خیلیم درس دادن که چه قسم با نرمش صحبت کنه، چه قسم دیگرها را نیش زبان بزنه و چه قسم از خود یک فرد بسیار پاک درست کنه. به هر حال چه خوش بود گر محک تجربه آید به میان که سیاه روی شود ارکی در اوغش باشد. خوب است که حکمتیار آمد، خوب است که عرفای خود میزنه و خوب است که مردم واقعیت ها را بیشتر تر کنند. هر قدری که گلبدین حکمتیار دهن باز کنه و صحبت کنه، ما بیشتر به حقانیت حکومت مدوره پی میبریم که چه قسم یادم جنگ تعمیر کرد، چه قسم با تنه و با تیم حتمه رو با دیگرها یک جا شد و کابل منازنین ما را راکت باران ساخت. به بخش های از مصاحبه گلبدین حکمتیار در بی بی سی توجه شما را جلب میکنم. مردم نمیفهمیدن که ما کجا هستم، ولی امریکای هم میفهمیدن. امروز کسایی که علی دولت در کابل هم خواستن که زور از مایی کنن، مردم حمایت نکردن و در شمال هم شاهد یک قد هستیم. اگر حزب نمی بود، شاید امروز ما شاهد تظاهرات بزرگی می بودیم در کابل که همه جاده ها را می گیرد، فرا می گیرد و در مزار هم اما نشد. مخالفین نظامی قبل شما، مخالفین سیاسی فعلی، استدلالشون همین است که رئیس جمهوری حزب اسلامی را و آقای حکمتیار را در کنار خود گرفته، با توجه به روابط قومی و روابط زبانی و رهبرهای دیگه اقوام، رهبرهای سیاسی دیگه را که در ایجاد حکومت از 15 سال پیش نقش داشتن و نقش خود ایفا کردن، اونا را به حاشیه میرانه و این موجب افتراق و نفاق در جامعه شده و همچنان با توجه به اظهاراتی که داشته. یه حرف قابل قبول است؟ منطقی است؟ وارد است؟ شما چی میگید؟ ما خود سوال از سوال است که از طرف مردم و از طرف اونا مطرح است. مثلا شما جواب شما کجای اونا را ما اشغال کردیم؟ کجا پست اونا را ما گرفتیم؟ در کجا سهم اونا کاستیم؟ ما در کجای دولت شرکت کردیم و جای اونا را تنگ کردیم؟ ایره در خط توافق چند نمونه را برای من شما یک توافق پنهانی میدانن بین شما و رئیس جمهوری و اعضای تیم رئیس جمهور، اونطور که خودشان میگن که اگر ما ولایت را از اونا گرفتیم حقی اعتراض دارن. اگر در کابینه وزارت اونا به حزب اختصاص یافته باشه حقی اعتراض دارن. در کدام بخش نظام حزب آمده و جای اونا را گرفته و اونا را وادار کردن که کنار بره که اعتراض وارد باشه؟ و اگر فقط از هیبت ما و از نام ما بیم داره که مسئله علیحدی است و اظهاراتی که کنیم، مشکل از اونا رو چطور رفع کنیم؟ فکر کنم معترف باشن به این که شما نفوذ خود دارین، در شک نیست که نفوذ دارین، طرفدارای خود دارین و اظهاراتی که صورت گرفته در گاه گاه از طرف شما در صحبتایی که داشتین و مشخصا به رهبرای جمعیت اشاره شده، گفتین که فاسد هستن، فاسد بودن و رهبر نظامی جمعیت که احمد شاه مسعود بوده و مورد احترام زیاد از طرف اعضای جمعیت بلد. که حال زنده نیست، گفتین که ارتباط داشته با آیسای و با طالبان میخواسته توافق کنه علیه شما. نه حرف من نیست، علیه شما ویدیوتون منتشر شده. حرف کنم؟ نه، عرض من ایست که ما نه از جمعیت نام بردیم و نه ای که افراد جمعیت و رهبرانشان مفسد است، هرگز نگفتیم. البته ما علی مفسدین تبلیغات داشتیم بدون اینکه نام اونا را ببریم. در رابطه به اینکه در ملاقات عامر مسعود با طالبا در میدان شهر چیزی گفتم، این هم حرف کنفرانس مطبوعاتی نبود، یک جلسه خصوصی که متاسفانه کسی را یافته بود که را بیرون منعکس کنه و ایره به نحوی منعکس کنه که از او یک فتنه ایجاد شوه. در اونجا من حرف خودشان را گفتم، نه اتهام بستیم و نه حرفی را گفتیم که اونا نگفتن، خودشان حرف زبان خودشان است را تکرار کردیم. اما یکی ما چگونه به ایران رفتیم، ایران اگر اجازه بدین من مختصر عرض کنم. ما با استاد ربانی یک جا بعد از سقوط مزار و تخار رفتیم به بدخشان و از بدخشان به تاجکستان دوشنبه. من نمی رفتم، اونا اصرار کردن، رفتیم به دوشنبه.
در سفارت کابل در دوشنبه بود. سفیر ایران با مسئولین دیگیش، بلند پاییش، با تعداد جنرالایش که در قضای افغانستان نقش فعال و رهبری کننده داشت، آمدن گفتن که زمیروف مسئول امنیت ملی تاجیکستان گفته که حکمتیار باید فردا تاجیکستان را ترک بکنه. گفتیم چرا؟ اصرار داشتین که ما بیاییم به تاجیکستان و گفتیم بسیار خوب، ما امروز ترک میکنم، برمیگردم به بدخشان، هلیکوپتر آماده کنیم و میرم. گفتن هلیکوپتر آماده نیست. گفتن با موتر میریم تا سرحد و عبور میکن. گفتن بیا ممکن نیست. فهمیدم که موضوع از چه قرار است. گفتن به هیچ صورت به ایران نمیرم. میدانستم که هدف چی است. میخواستن مرا به ایران ببرن و زندانی سیاسی شان بر. گفتم نمیرم. ولی وضعیت طوری شد که تلاشای کردیم که به جای دیگری بریم، نشد. آمدن برگشتن به افغانستان هم دشوار بود، بدون کمک و اجازه از اونا ممکن نبود. بالاخره مجبور شدیم که بریم به ایران و ما در ایران زندانی سیاسی ایران بود، نه مهاجرش، نه پناهنده سیاسی، بلکه زندانی سیاسیش. ولی شما امکانات حرکت داشتین، مردم می دیدین؟ بر صورت تفصیلات می خواهیم، بس فصل می خواهیم. جنگای کابل در سال 1992 تا 96 که جنگ به جنگای داخلی موسوم است، شما یک طرف جنگ بودین، حزب اسلامی یک طرف جنگ بود و نهادهای مستقل در این مورد اسناد دارن که حزب اسلامی در تخریب یک بخش از شهر و در کشتن یک بخش از هزارها نفر که در کابل کشته شدن. لطف کنین بگوین کدام بخش کابل؟ کدام بخش کابل زیر تیرس حزب اسلامی بود و ویران شد؟ همه رو برای من شم. نهاد دیدبان حقوق بشر؟ نه ایره بگذاریم. اجازه بتین چی از دیگه سند مستقل است که اونا چی میکنن؟ در یک روز در 26 دلو یا 20 دلو 1373 یا 74 در نتیجه راکتای که از چاراسی ها بامده حدود 16600 نفر در یک روز در راکتای حزب اسلامی کشته شدن. ماشاءالله. این سند است که دیدبان حقوق بشر راه کرده چیز و دیگه منابع مستقل تایید کردن و این معنی است که دیگه تا اطراف جنگ تبرعه میشن نتیجه، ولی نقش شما و راکتایی که از طرف حزب اسلامی فایده دروغ است. 100 درصد دروغ است، مبالغه است، خلاف حقیقت است، تبلیغات بی بنیاد است، هیچ حقیقت نداره. در تمامی جنگایی که در اون زمان علی حزب صورت گرفته و حزب از خود دفاع کرد. شما نخست وزیر حکومت بودین. اجازه بدین. در این جنگ ها 2000 نفر هم کشته نشد. 60000 رو کنار بگذار. و این راپورا کاملا بی بنیاد است. تمام آمارایی را که نهادهای مستقل راه میکنه شما رد. کلش بی بنیاد است. واقعیت امر است. بیشترین کسایی هم که کشته شدن در جنگ حزب وحدت و اتحاد و شورای نظار بود. خونین ترین جنگ ها و ایران بیرانگرترین جنگ ها در بین از اونا بود. و شما میبینید که مناطقی مسئول مانده که تحت تسلط دولت وقت بود، یعنی اطراف ارگ، وزیر اکبر خان، کارته پروان، خیرخانه، این مناطق رو اونا در تسلط خود داشت. بقیه مناطق یا تحت تسلط حزب اسلامی بود، یا تحت تسلط حزب وحدت بود، یا جنبش در او مستقر بود. این مناطق کلش تجربه راکت دارن. شما که میگین مکریان راکت هایی که از طرف گفته میشه که از طرف حزب اسلامی کجا برای من نام ببرید؟ مکریان در نتیجه جنگ بین جنبش و جمعیت و ایران شد و جمعیت ها دیافغانان، منطقه دیافغانان، مرکز کابل. شما دفعه لطف کنین برین از مکران بپرسین که در نتیجه جنگ یعنی کدام گروه ها و ایران شد. افشار در نتیجه جنگ کدام گروه؟ خوشحال خان مینه، کوده سنگی، دیبوری، دشت برچی، دیمزنگ، کارتی سی، کارتی چار، دارالامان، چل ستون و دیمزنگ، جاده میوند، اوتخیل، ترخیل، سیاسنگ. شما لطف کنین یه دفعه برین از این مردم بپرسین. من حاضر هستم.
حضرت معمی امروز حتی رو بفرستیم که از این مناطق یک پرسان کنه. ما فقط یک بار به افراد خود اجازه دادیم که ارگ زیر آتش بگیر. و یه هم زمانی که 5 جت جنگی دولت بالای خانه ما آمد حمله کرد و بیش از 32 راکت و بم ریخت. و در برابر از این عکس العمل نشان دادن مجاهدین حزب و ارگ زیر آتش گرفتن. چند نفر از محافظین استاد هم زخمی و شهید شد. غیر از این ما به هیچ کسی اجازه ندادیم که مناطق مسکون را زیر آتش بگیرن. نگرفتن. به می خاطر است که میبینیم وزیر اکبر خان مسئول مانده و یک دیوارش هم ویران نشد. به می خاطر است که کارتی پروان و خیر خانم مسئول مانده. همه زیر تیرس حزب قرار داشت. ولی حزب فقط مراکز نظامی دولت را زیر آتش گرفت. از او طرف انداخت می شود جواب می گفت. و مسئولین جنگ، کسایی که سوق اداری جنگ را در دست داشتن، مثل جنرال نبی عظیمی، مثل جنرال آصف دلاور، که اینا قماندان گارنیزیون کابل بود و در زمان نجیب هم و در زمان استاد ربانی هم، و خودش در کتابش اعتراف میکنه که ما تصمیم داشتیم حزب اسلامی را از جنوب هم بکشیم. چند حمله مسلسل داشتیم. آخرین حمله را تنظیم کردیم. به استاد ربانی رفتیم. گفتیم اجازه بدین. ولی او موافقه نکرد. حمله را آغاز کردن. ولی دوباره شکست خوردن و عقب نشینی کردن. سخت‌ترین جنگی هم که ما با اونا داشتیم و آخرین جنگ بود که باز دیگه موفق نشدن که دوباره بر حزب حمله کنن. که کارشان به جای رسید که دیگه ائتلاف متلاشی شد. ما حاضریم هیئت توظیف شو و هیئت داخلی این از دایره تبلیغات بکشه. ما بر کسانی که عامل جنگ کابل بود و باعث کشتار مردم بیگناه شده لعنت میفرستیم، نفرین میفرستیم، هر کی باشه. و جدن و با همه قاطعیت از این دفاع میکنیم که محکمه دایر شوه و جنایتکارای جنگی را مجازات کنه.